سلام علیکم، اینجا افغانستان، اینم مزرعه تریاک هستش. گروه طالبان که خود افغانستان را به سرزمین خشخاش تبدیل کرده و سالهاست که بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی این کشور به آن وابسته شده، اوایل سال جاری شمسی برای کشت خشخاش مجازات تعیین کرد. طبق این دستور، استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و فعالیت کارخانه های تولید هر گونه مواد نشئه آور الکلی و مخدر از تاریخ صدور این فرمان ممنوع شد و با متخلفان بر اساس احکام شریعت اسلامی برخورد خواهد شد. تبدیل شدن افغانستان به یکی از منابع اصلی تولید و توزیع مواد مخدر در جهان به اواخر دهه 70 میلادی باز می‌گردد. کمی بعد از اینکه کاشت خشخاش در ترکیه قانونی و تولید تریاک در ایران ممنوع شد، تجارت تریاک به افغانستان کشیده شد. همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شوروی هم به افغانستان حمله کرد و در همان دوره که گروهک مجاهدین با شوروی می‌جنگید، تولید تریاک برای تامین خرید اسلحه از پاکستان عنوان منبع کسب درآمد انتخاب شد. این رویدادهای ژئوپلیتیکی راه را برای افزایش سهم افغانستان از تولید جهانی تریاک هموار کرد. این رقم از 20% در سال 1980 به 50% در سال 1995 رسید. طالبان با حمایت‌های مستقیم پاکستان در سال 1995 به قدرت رسید و تا یک سال پس از آن تولید تریاک در افغانستان به رقم سالیانه 120 متریک تن تریاک افزایش یافت. در سال 1997 سهم افغانستان از تولید این مخدر در جهان 79% برآورده شد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نوامبر 2021 گزارشی منتشر کرد که طبق آن در همان سال 6800 تن تریاک در افغانستان تولید شده که نسبت به سال 2020 8% افزایش داشته است. تجارت تریاک، مورفین و هروئین در افغانستان در سال 2021 $2.7 میلیارد درآمد برای این کشور داشته و بین 6-11% از درآمد ناخالص داخلی این کشور در همین سال از محل تجارت این سه مخدر بوده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2021 بیش از 320 تن هروئین از افغانستان به نقاط مختلف دنیا به غیر از آمریکا ترانزیت شده و در همان سال 10 کشور یعنی قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، فرانسه، چک، ایران، آفریقا، استرالیا، سریلانکا و اندونزی در گزارش کشفیات خود اعلام کردند که متانفتامین کشف شده از شبکه‌های قاچاق داخل کشورشان از افغانستان وارد شده است. در این سال هر سه مسیر ترانزیت مخدر به افغانستان به مقصد اروپای غربی پرتردد بوده و مواد مخدر تولید این کشور یعنی تریاک، هروئین و متانفتامین به مقصد اروپای شرقی، آسیای میانه، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، خاورمیانه، شرق، شمال و جنوب آفریقا ترانزیت شده است. طالبان در دوره پیشین سلطه خود بر افغانستان هم کشت خشخاش را منع کرد که منجر به کاهش محسوس سطح زیر کشت آن در سال 2001 شد. اما پس از آن بار دیگر کشت خشخاش در این کشور روندی صعودی به خود گرفت و از 8000 به 328 هزار هکتار در سال 2017 رسید. ممکنه توضیح بدیم اینا چی هن؟ بله آقا، اینا چطوری برداشت میشن؟ آره اینا تریاکن، با این نش میزنیم. سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان طی سالهای اخیر در مقایسه با متوسط سالهای میانی دهه 90 میلادی نزدیک به 4 برابر شده است. تخمین زده می شود که این اقدام طالبان تصمیمی برای به رسمیت شناخته شدن در عرصه های بین المللی است.